طبق معمول و به شیوه حکومت خامنه ای دوباره موضوعی که به آزادی مردم برمیگردد بدون اطلاع مردم و در پشت درپای بسته مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان خامنه ای در مجلس که هیچگاه خواسته و نظر مردم را نمایندگی نکرده و نمی کنند در مورد موضوع فضای مجازی جلسه برگزار کردند. در این رابطه با این جلسه همین بس که یادآوری کنیم قالیباف در حالی خود را به این جلسه رساند که بیمار بود و از قبل گفته شده بود که او در حال استراحت است. 180 نماینده از رئیسی خواستند که معطل تصویب قانون صیانت نشود و با فضای مجازی برخورد کند. این نشان می‌دهد که این موضوع حتی در داخل مجلس حکومتی که نمایندگان دستچین شده خامنه ای در آن حضور دارند هم به نتیجه مطلوب نرسیده. بنابراین نمایندگان اذعان کردند که امیدی به آنها نیست و یک طرفه از رئیسی خواستند که خودش سانسور و سرکوب را بالا ببرد و منتظر تصمیم نمایندگان به اصطلاح مردم نباشد. حالا سوال این است که چه خبر شده که به دولت فراخوان برخورد می‌دهند؟ واقعیت این است که در همین چند روزه در رابطه هواپیمای اوکراینی پته خامنه ای روی آب ریخته شد و به اندازه قیام دی ماه 98 برای خامنه ای هزینه داشته و این باعث سراسیمگی سرتاپای حکومت شده است. فضای مجازی و افشاگری ها در مورد دزدی ها و جنایات حکومت مانند خاری در چشم خامنه ای است. طبیعی است که دیکتاتور هرگز تمایل ندارد که امکاناتی وجود داشته باشد که اخبار به سرعت و خارج از کنترل دستگاه‌های امنیتیش در فضای مجازی منتشر و باعث رسوایی او شود. بنابراین چاره را در این می‌بیند که هرچه بیشتر تیغ سانسور را در فضای مجازی به کار ببرد. شریعت مداری شیپورچی خامنه ای هم برای داغ کردن موضوع گفته که رسانه‌های داخلی برای دشمن کوچه باز می‌کنند. پیشاپیش از این موضع‌گیری‌ها می‌توان فهمید که هدف این است که با تهدید و ارعاب و زدن برچسب عوامل دشمن می‌خواهند که فضای مجازی را بیش از این چیزی که هست تحت سانسور قرار بدهند. نماینده های مجلس منتخب خامنه ای هم که چشمشان آب نمی خورد که خودشان بتوانند کاری از پیش ببرند به خود رئیسی به فرما زدند که معطل ما نشو و خودت شروع کن. غافل از این که اگر رئیسی می توانست غلطی بکند منتظر به فرمای اینها نمی شد و خیلی زودتر از این و برای جلوگیری از افشای فضاحت های خودش این کار را انجام می داد. چون خودش سرآمد سرکوبگران است. در روزهایی که خلیفه ورشکسته تیغ جراحی برداشته بود و شقاقلوس‌های نظامش را یکی یکی می‌کند و به دور می‌انداخت، شاید چون این روزهایی را تصور نمی‌کرد. او گمان می‌کرد با بریدن و دور انداختن اندام‌های اینک به درد نخور و درد سرآفرین خلافتش می‌تواند به قول خودش به یک دولت جوان حزب‌اللهی برسد و آن را حلال مشکلات نظام می دانست. علاج مشکلات کشور دولت جوان حزب‌اللهی و جوان مؤمن است. در آن روزها هنوز ماهیت این شامورتی جدید مشخص نشده بود. گماشته خلیفه در کیهان در توصیف ابراهیم رئیسی او را دجالگرانه به مالک اشتر تشبیه می کرد و می گفت نگاهی هرچند گذرا به کارنامه رئیسی و نمونه‌های مثال زدنی از مقابله بی‌امان با فساد، مردم دوستی، ساده زیستی، فداکاری، شجاعت، پرکاری و غیره که در کارنامه ایشان به ثبت رسیده و در همین دو سه روز گذشته نیز قابل دیدن است، به وضوح حکایت از آن دارد که دولت پیش روی دولتی در تراز انقلاب اسلامی و شایسته مردمی است که امام راحلمان توصیف فرمودند. در آن روزها خامنه ای با دمش گردو می شکست و در احلام دور و دراز خود خواب دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی می دید. دیر زمانی نیاز نبود تا بادکنک پروپاگاندا بترکد و معلوم شود که این امامزاده قلابی کور می کند اما شفا نخواهد داد.
دیر زمانی نیاز نبود تا مشخص شود که در پساپشت تبلیغ و بزرگنمایی دولت جوان حزب اللهی و رئیس جمهور بدنام و دست در جنایت آن یک ضعف اساسی نهفته است، ضعفی که با ورود جنبش مقاومت ایران به دوران سرنگونی بیش از پیش در حال سرباز کردن است. دیر زمانی نیاز نبود تا برای همه از جمله مجیزگویان رئیسی معلوم گردد که انتصاب او به ریاست جمهوری نظام نه از سر اقتدار و موضع قدرت، بلکه از سر اضطرار و به دلیل احساس خطر عاجل از فروپاشی و سقوط انجام گرفته است. در واقع خامنه ای با دست گذاشتن بر این بدترین گزینه ممکن خواسته با دو تهدید اساسی مقابله کند. یک، اوجگیری خیزش‌ها و ورود آن به فاز نوینی از مهار ناپذیری که در بررسی نهایی براندازی استبداد دینی را در چشمانداز نزدیک قرار داده است. تأثیر این وضعیت جدید بیش و پیش از همه بر بدنه حکومت و باندهای تشکیل دهنده آن است. یکی از ارتشیان با انتصاب رئیسی به موقعیت نفر شماره دو نظام خواسته نظام پا به گور خود را برای مدتی از وارفتن و فروپاشی در مواجهه با امواج سهمگین قیام محافظت نماید. دو، انتصاب رئیسی به منظور سفارایی در برابر مخالفین و مقاومت ایران است. خامنه ای خوب می داند که مخالفین نظام صاحبان استراتژی شورش و راه برد براندازی هستند. او با تقلید و کپی برداری از خمینی خواسته که بدنامترین عضو هیئت مرگ و قاضی القضات خود را برای رویارویی با این تهدید به میدان بیاورد. بررسی این دو عامل ما را به یک مشابهت تاریخی راه نمون می شود. محمد رضا پهلوی وقتی با ناکامی پی در پی دولت‌ها و نخست وزیرهایش در قبال پیشروی شتابان و مهار ناپذیر انقلاب ضد سلطنتی مواجه شد، چاره را در تشکیل یک دولت نظامی دید و به این منظور در 14 آبان ماه 57 غلام علی ازهاری را مکلف به تشکیل کابینه نمود. این دولت که از نظامیان تشکیل شده بود، وظیفه‌ای برای اداره کشور نداشت. مأموریت اول و آخر آن حفظ نظام سلطنتی بود. انتصاب ازهاری آخرین تیر ترکش شاه بود. پس از شکست این دولت، او دیگر نتوانست قد راست کند. با این پیش‌فرض و استنباط، رئیسی با آن ترکیب کابینه و استانداران مأموریتی جز مقابله با قیام و قیام سازان ندارد. چشم داشت از این کابینه برای سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم آب در هاون کوبیدن است. اولویت خامنه ای در شرایط کنونی هرگز مردم و اقتصاد نیستند. این دولت رانتیر و فامیل سالار وظیفه ای جز تقویت نهادهای امنیتی و نظامی و نیز تبلیغاتی وابسته به بیت خامنه ای ندارد. حذف ارز 4200 تومانی و افزایش مالیات ها خبر از فشار بیش از پیش بر دهک های پایین جامعه برای حفظ سلطه استبداد دینی دارد. ولع جنون آسا برای دست پیدا کردن به بمب اتمی نیز هدفی جز حفظ ولایت خامنه ای ندارد. برخلاف تصور و برآورد خامنه ای، رئیس جمهور دوران اضطرار او از همکنون قافیه را باخته. وجود تنش بین مجلس سرسپرده و رئیسی، خبر از کشاکش های سهمگین سهمخواهی در میان باند خامنه ای دارد. کشاکشی که با نزدیکتر شدن عقربه های ساعت سرنگونی به زمان موعود بیشتر از پیش خواهد شد. البته آنچه تعیین کننده از خاص مبارک مردم ایران برای سرنگونی است که خامنه ای و رئیسی و کل نظام را با هم از صحنه حذف خواهد کرد. مردم با بیماری و فقر به حال خود رها شده اند و مجلس و دولت به فکر سهم خود از غنیمتی است که به دست آورده اند. مردم سالاری با ذکر نمونه ای از ساختار مافیایی نظام که بر مبنای غارت و چپاول بنا شده به شکاف دولت آخوند رئیسی اشاره کرد و گفت به جرأت می توان گفت شاهد ضعیفترین و ناهمگونترین ترکیب هیئت رئیسه مجلس طی تمامی دوران آن هستیم که حتی نتوانسته از دولت همسوی خود حمایت و پشتیبانی لازم را بکند و متاسفانه صدای سهمخواهی ها بیش از هر صدای دیگری از خانه ملت به گوش می رسد.
دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد کابینه رئیسی هنوز انسجام لازم را پیدا نکرده است. ادامه دار بودن دولت احمدی نژاد در دولت 13، رد پای سیاست‌های خارجی دولت روحانی در این دولت، گره خوردن تمامی امور داخلی و خارجی کشور به مذاکرات برجام، کلیگویی‌های مبهم آخوند رئیسی و معاون اول وی و اظهارات وزرا نشان دهنده نوعی بلا تکلیفی و چند صدایی است که باعث شده در چند ماه گذشته شاهد اتفاق خوب و مثبتی در کشور نباشیم. سپاس از شما. تا ویدئوی دیگر، بدرود.